بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنیم. سربی با مردم از تلویزیون مردم از واشنگتن، پایتخت آمریکا که پایتخت دنیاست دیگه، هر اتفاقی میفته از اینجا شروع شده. اجازه بدید که بگم خدمتتون، امروز دوشنبه 9 ماه می 2016 میلادی است و برابر هست با 20 اردیبهشت ماه 1395. هوا اینجا دوباره سرد و بارانی است و جالبه در 15 روز گذشته 13 روز هوا ابری و بارانی بود و دیروز اینجا روز مادر بود. به نظر میرسه که طبیعت، میدونید که میگن طبیعت مادر یا خدا، هر چیزی که هست از مادرها حساب برد و هوای خوب و آفتابی بود. روز مادر بر شما مبارک. میدونید در ایران تاریخ دیگه ای رو به عنوان روز مادر دارن و به نظر من هر روز روز مادره و باید از این فرشتگان روی زمین قدردانی کنید. اجازه بدید از یک مادری که حالا خواهر منم شده تشکر کنم و ایشون لطف کرد، تلویزیون مردم رو قبلا هم حمایت کرده بود، بازم حمایت کرد و وقتی که متوجه شدن بنده پدر بزرگ شدم حتما گفتن خب خرجش زیاد شده، باز هم لطف کردن و حمایت کردن و ضمناً فردا که من براشون نوشتم کارت شما و حمایت شما رسید ممنون هستم، ایشون نوشت که من هم برای بار دوم اگه اشتباه نکنم به اصطلاح گرند مادر یا مادر بزرگ شدم و ایشون هم یک نوه پسر گیرش اومده که امیدوارم سالم و شاد و به اصطلاح خندان باشن، که هیچ چیزی بهتر از سلامتی و شادی بچه ها و نوه ها و اینها نیست که پدر مادر حقیقتا خیلی رنج میبرن وقتی که بچه هاشون کودکشون مریضه یا حالش خوب نیست. در صورت دیروز اینجا روز مادر بود، به یکایک شما عزیزان تبریک میگم و ما هم در کنار خانواده روز خوبی رو داشتیم. اجازه بدید از دوستمون از انگلستان تشکر کنم. نامه شما هم امروز رسید و نامه دو صفحه‌ای شما خیلی هم جالب، شما نوشتید که من بعض وقتا میخوام 70 صفحه چی بنویسم ولی به همین 2 صفحه بسنده کردید، ممنونم از این بابت. نوشتید بله درود میفرستم، شروع میکنم 70 صفحه در مغزم برایت نامه نوشتم. خلاصه برای شما نوشتم که من میتونم این نامه رو در برنامه بخونم، چون هنوز پاسخ ندادید اجازه بدید بذارم برای چهارشنبه. خیلی دل پر ایشون داشته از تلویزیونای دیگه و همه رو اسم برده و من هم اگر ایشون اجازه بدن میخونم. ما از اسم بردن افراد هیچ وحشت و ابایی نداریم و اگر کسی به اصطلاح کارش درست باشه نباید بترسه که دیگران اسمش رو بگن و ما اگرم کار کسی اشکال داشته باشه میگیم به نظر ما این کار اشکال داره. و اما ماجرای حمله به برادر میر حسین موسوی، والا این سالها پیش یه آقای هست به نام رضا یادم رفته خدا پیرامون، رامین پیرامون اسمش هست یا رضا پیرامون، بعضی از این دوستان وقتا میگفتن طرف جلو خودش بلند میشه، یعنی مثلا هی میخواد بشینه خودش بلند میشه، جلو خودش بلند میشه، احترام میذاره، یه چیزی اینجوری چیز دیگه من درک نکردم از این طرف جلو خودش بلند میشه. آقای رضا پیرامون مثلا یه جای زندگی میکرده که خونهش خب محله بدی بوده، بعد گویا اونجا مثلا یه چند تا اومدن سر ماجرای مواد مخدر و اینها درگیری شده، تیراندازی شده، چاقو کشی شده یا هرچی، ایشون توی روزنامه ها نوشته بود و گفته بود که اینا آمدن قصد جون منو کردن
و میخواستن ایشون رو ترور کنن. من نمیدونم این چه کاری انجام میداده که یک کسی بیاد حاضر بشه تو کشورهای اروپایی خودش رو به خطر بندازه که اینو ترور کنه. حالا این ماجرای برادر میر حسین موسوی، خود میر حسین موسوی کیه که دیگه حالا برادرش کی باشه که چه اتفاقی افتاده که میخواستن ترورش کنن، بعدم ایشون ترورهای اول و دوم رو مخفی نگه داشته، بعدن رفته گفته، اونجا هم دیگه دولت گفته که خب شما قبلا اعلام نکردید. حالا من براتون میخونم، ممنونم این خبرها رو آقای مهدی ذوالفقاری خیلی مرتب میفرستن و ما هم ازش استفاده میکنیم. از این بابت از ایشون هم تشکر میکنم. مهدی ذوالفقاری هم یکی از به اصطلاح فعالینی هست که دستن در کار کارهای رادیو، تلویزیون، چاپ و نویسندگی و اینها، و الان این خبرها رو میفرسه روزانه. به نظر من یه مقداری طولانیه، یعنی سرتیتر خبرها رو اگر اول می نوشتن بعد رو هر کدومش کلیک می کردی می رفت رو خود اون خبر بهتر بود. ایشون خبرها رو به صورت کامل تک 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 اینجوری می نویسه و وقتی نگاه می کنی مثلا این یکی نمیدونم 40 خورده صفحه است، در صورت زحمت می کشن. ولی خب من مثلا دوست داشتم که به یه صورت دیگه ای باشه. اجازه بدید، قرار نیست هرچی من دوست داشتم به همون صورت باشه، و اتفاقا زیبایی این دنیا و این برنامه ها همینه که همه ما بتونیم نظراتون رو بگیم و هر کسی که اون کاری رو که ما دوست داریم اون بیاد جذب به اصطلاح اون قسمت بشه. اخبار برگزیده، تماس تلفنی میر حسین موسوی از زندان خانگی با برادرش میر محمود موسوی. اجازه بدید من ببینم، باز اون رفت اینجا، خدایا ما این ور تغییر میدیم اون اونجا میپره بالا پایین. بذارید ببینم چرا این عوض شد. بله اینجا اوکی، حالا دوباره برمیگردیم. این بار یه بار دیگه اینجا امتحان. عجبا، حیرتا، اون فیلم شهر قصه بود. ببینم چرا اینجوریه، شاید صفحه به صفحه باز بریم پایین، نمیدونم چرا، نمیدونم چرا، ولی من براتون میخونم دیگه. حالا قبول کنید که این نوشته ای هست که آقای ذوالفقاری فرستادن. نوشتن کلمه در پی پخش خبر سوء قصد به میر محمود موسوی، میر حسین موسوی از محل حس با برادرش تماس تلفنی گرفت و جویای حال وی شد. به گزارش کلمه ساعتی پس از آنکه بخش خبری 23 شبکه 2 صدا و سیما سوء قصد به میر محمود موسوی را به همراه ادعای اژه‌ای مبنی بر امنیتی نبودن این حادثه پخش کرد، میر حسین موسوی توانست با تلفن زندانبانان از داخل زندان خانگی با برادرش تماس بگیرد و جویای حال او شود. اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بعد از ظهر روز بعد از این حمله و در حالی که صبح همین روز وزیر کشور وعده پیگیری حادثه را داده بود و استاندار نیز خواستار شناسایی و مجازات مهاجمان شده بود، پرونده را به سرانجام رساند و مدعی شد که این حادثه یک سرقت عادی بوده و نه یک ترور یا حادثه امنیتی. حالا هر چی بوده، یه شهروندی مورد تعرض قرار گرفته. اصلا حالا میگیم که برادر آقای موسوی هم نباشه، بالاخره این دادگاه و ماموران انتظامی و اینها باید برن دنبالش و بیان. حالا چون امنیتی نبوده، نمیدونم سرقت معمولی بوده، بسید پرونده رو انداخته تو سطل آشغال. والا من نمیفهمم چرا. آها، حالا که کارش نداریم درست شد. بذارید ببینیم این بار کار میکنه. خب بله، این خبر اینجوری بود. اینجا این اذیت میکنه امروز به ما. بله اینجوری. خب بله، این اینه که من به اصطلاح به آقای ذوالفقاری هم پیشنهاد دادم، ولی احتمالاً ایشون خیلی کار دارن و گرفتارن، توجه نکردم. من گفتم که بهتره که مثلا این سرتیتر رو
یا هدلاین رو با یه قسمتش بنویسی، چون ایشون همه خبر رو مینویسه، بعد شما هی باید بری اینجوری خیلی پایین و اینها، به نظر من یک کمی خسته کنندن برای این روزها که هیچ کس حوصله نداره و همه میخوان که همه چیز حاضر، زود، تون، سریع. اون دایجان ناپلئون بود چی بود؟ میگو زود، تون، سریع، اینجوری باشه. خب بذارید که حمله به برادر می حسین موسوی رو گفتیم. روز مادر بر شما مبارک. امروز دوشنبه 9 مهر ماه 20 اردیبهشت ماه 1395 و چهارشنبه با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود از آلمان ساعت 3 بعد از ظهر. ایشون یه مقاله‌ای رو نوشتن و برای من ارسال کردن. اسم مقاله این هست که چه باید کرد. بذارید براتون یه قسمتشو بخونم و احتمالاً ایشون این مقاله رو روی فیسبوک خودشون هم میذارن و شما هم میتونید استفاده کنید یا بخونید وقتی که ایشون برنامه داره، در برنامه شرکت کنید یا قبلش بعدش براشون بنویسید. ایشون به شما تماس میگیرن و از این هفته شماره تلفن و ایمیل ایشون رو هم در طی برنامه برای شما روی صفحه قرار میدیم. و مقاله اینجوری هست که ایشون نوشتن که چه باید کرد در سالهای اخیر با اوجگیری مبارزات ملت قهرمان ایران علیه رژیم بنیادگرای اسلامی، پیوسته در رسانه ها هموطنان خواستار راهکار هستند و این سوال را مطرح می کنند که در این شرایط چه باید کرد. برای اینکه بدانیم چه باید بکنیم، اولین گام این است که 1. بدانیم چه حادثه ای اتفاق افتاد. 2. این حادثه چرا اتفاق افتاد. 3. اهداف این حادثه چیست و سمت و سوی آن به کدامین جهت است. ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه با ایشون هستیم. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی خواهیم بود. و شما هم اگر مایل باشید که در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید. بارها گفتم مجاهدین اینجا برنامه داشتن، الان هم میتونن برنامه داشته باشن. این خودشون هستن که نمیخوان با مردم در تماس باشن و رفتن و چسبیدن به یه تلویزیون مدار بسته برای خودشون، از توی این اتاق پخش میکنن، از توی اتاق هم نگاه میکنن و نمیذارن به اصطلاح اعضایشون دنیا رو ببینن، دنیا رو بشنون و بعد قضاوت کنن. بریم سراغ آقای منوچهر و تشکر کنیم از ایشون که همیشه با ما بودند و هستند و امیدواریم که باشند. بفرمایید. پیامی گذاشتن ایشون، ببینیم که آقای شوقی سلام، منوچهر هستم از ماساچوست زنگ میزنم. امیدوارم سر دو خوب باشه. طبق معمول صدا واسید تصویر خیلی خوبه. من خواستم، شما خواسته بودین راجب آقای سعیدی که صحبتی در مورد روز جمعه که من دیروز برنامه نگاه کردم، چند بارم عقب جلو کردم که کاملا متوجه بشم که نظرشون چیه. من تصور میکنم ایشون خب نظر مخصوص خودشون دارن راجب پادشاهی پارلمانی، ولی خیلی بعید به نظر میاد که این بتونه عملی بشه. خاطر این که ما پارلمان خوبی هیچ وقت نداشتیم، ولی تونست پادشاه پارلمانی هم باشه. و شما هم هر دفعه که صحبتی سرمودی از دفعه تا جاهایی که ممکن بود هم تشویق کردی، همین که نظر خودتون رو فرمیدی، ولی ایشون مثل این که یه مقداری زیتر از حد معمول که بتونه خودشون رو خانه کنه که چی میخواد بگه، با شما تماس گرفته که امیدوارم که خودش حالا خود ایشون بتونن اصلاحی بکنن و کاملا فکر بکنن که چه صحبتی داره میشه. این نظر شخصی منه که باید اصلا نه سیستم پادشاهی نه سیستم جمهوری بتونه کارساز باشه برای کشور ما، و تنها چیزی که میتونه باشه اونم به نظر من جنبه شورایی داره. البته نه شورای کمونیستی، شورا همون مشورتیه که اگر دلتون خواست
نمیشه با این تلفن تلویزیون 10 دقیقه صحبت کرد، تماسی باشه به حساب با خود شما که بدون اینکه برنامه این باشه شاید نظرم بدن و شما ممکنه خودتون بفهمید که درسته یا درست نیست. در صورت روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون و آینده خوب، خدا نگهدار. ممنونم از آقای منوچهر عزیز از باستون، ایالت مس، آن مس جای بسیار قشنگ و زیباییه. و این هفته آقای سعیدی نیستن. اگه میخواین من جمعه با شما تلفنی تماس بگیرم، لطف کنید بگید کدوم تلفن بهتره، چون بعضیا تلفن دستی دارن، تلفن منزلم دارن، ولی میگن برای مصاحبه و اینا صدای مثلا تلفن منزل بهتره. بعد این ماجرای نه پادشاهی رو شما میگید خوبه، قشنگم گفتید که خب ایشون میگه پارلمانی، اولین سوالی که پیش میاد کدوم پارلمان؟ مجلسی که گویا رضا شاه گفته این طویله است، الان هم همین به اصطلاح چیزا رو دربارش میگن، این چه مجلسیه، این چه پارلمانیه که شما امیدتون این باشه که اون پادشاهی پارلمانی بشه؟ ضمناً من ازشون پرسیدم منظور شما از پادشاهی پارلمانی چیه؟ یعنی پارلمان پادشاه را انتخاب میکنه یا هر کسی که پادشاه شد بدون این که حالا بچهش در نظر بگیرن عقب افتاده است، مریض، اصلا علاقه نداره، چون میدونید خود شاه نمیخواسته، یعنی این شغل رو دوست نداشته، مثل که بهش تحمیل شده و نمیدونم. در صورت باز منوچه خیلی قشنگ گفت، به نظر میرسه که آقای سعیدی قبل از اینکه آماده کامل بشه آمده صحبت میکنه و جواب شما رو نداره، ولی مایل هستم در رابطه با این شورایی، حکومت شورایی، ای کاش شما گفتودید مثل کدام کشور. اگرم که هنوز کشوری اینجوری نیست، خب اساسنامه ای، مرامنامه ای، چیزی برای من ایمیل کنید، من بخونم آماده بشیم. ولی اگه خواستید جمعه ساعت 3 بعد از ظهر مهمان من باشید، 20 دقیقه نیم ساعت صحبت کنید، بگید تا من تماس بگیرم، پیام بذارید بگید با چه شماره باهاتون تماس بگیرم. خب ضمن اینکه داشتم از آقای منوچهر دعوت میکردم، بهتون گفتم که آقای سعیدی این هفته نیستن، این هفته مسافرت هستن و امیدوارم که هفته دیگه بتونیم چهارشنبه ایشون رو داشته باشیم. آقای سعیدی اگه وقت کردی روی فیسبوک برو نگاه کن، وقتی که من نوشتم که آقای سعیدی گفته که اون حکومت قبلی سلطنت بود و ما هم ناشی، دیگه نگفتم ما نادان چون شما گفتید مردم نادان اینها، ولی من نوشتم ما ناشی، این بار براتون میخوایم حکومت پادشاهی پارلمانی بیاریم، برید ببینید مردم چی نوشتن. میگن آقا ولمون کن، تازه از شر اینا راحت شدیم. یکی نوشته آقا حکومت پارلمانی پادشاهی چیه فلان اینا، خلاصه اینا رو هم صحبت میکنم. آقای چمنارا توی این نوشتن ها و پاسخ دادن و اینها نوشتن که حیفه که 3000 سال حکومت پادشاهی رو به خاطر اشتباه یک نفر یا یک خانواده از بین ببریم. من نوشتم اصلا حیف نیست، چون ممکنه یه چیزی باشه 13000 سال، نه 3000 سال، 30000 سال، ولی اشتباه و غلط و بد باشه و هیچ شما نباید اصلا ناراحت باشی، اونو میندازی دور یه چی دیگه میاد و اسمش مهم نیست. ایشون به من گفته که آها، بعد چون ایشون گفته بود هر 10 سال یک پادشاه انتخاب میکنن اینها، دوستمون سعید از کالیفرنیا نوشته بود که آقای چمنارا خب این که میشه پادشاهی، چرا گول خودتون میزنید اسمش میذارید شاهی، ببخشید میشه جمهوری، چرا اسم گول خودتون میزنید اسمش میذارید پادشاهی؟ آقای چمنارا پاسخ داده که اگر شماها از اسم پادشاه بدتون میاد اسمش رو میذاریم جمهوری. نه عزیزم، آقای چمنارا خیلی خوشحالم شما مهندس هستی، میدونی مثلا من نمیتونم بیام به یه چیزی که کسی درست کرده، قراردادی هست، بعد بگم که نه حالا اینو ولش کنید شما از این به بعد بهش بگین این،
کینگدوم یا پادشاهی یه چیزیه، جمهوری و ریپابلیک و دموکرات و اینا معنی های خودشونو دارن. شما تا گفتی انتخابی از اون حالت پادشاهی میای بیرون، پادشاهی یا موروثیه یا با کشت و کشتاره، نوع دیگرش من نمیدونم. تو داستانها خونده بودیم یه عده آدم جمع میشن تو یک میدانی، یک کبوتری رو ول میکنن، این کبوتری رو سر هر کی خواست خرابکاری کنه میره میشینه اونجا، اون میشه پادشاه، که خب نشون میده که قشنگ این رو سرش همون باید کبوتر یه چیزی اینجوری. چه نوع پادشاهی شما میگی؟ آقای سعیدی آمد گفت، جواب ما رو نداد که به اصطلاح چجوری انتخاب میشه این پادشاه. اگر قرار یک آدم با لیاقتی انتخاب بشه، اون شرایط وارد شده. من مثلا اینجا به نتیجه رسیدم که واقعا انتخابات جمهوری آمریکا هم اشکال داره، باید اینا یک مراحلی بذارن، بگن مثلا کسایی میتونن بیان در انتخابات رئیس جمهوری شرکت کنن که قبلا یه جایی شهردار بوده باشن، استاندار بوده باشن، فرماندار بوده باشن، همینجوری نیان الان این موزل بزرگی که باهاش روبرو هستیم این آقای ترامپه. و خیلی ها میگن که نه آقا اصلا ناراحت نباش، اتفاقا یه نفرشون با من شرط بندی کرده $500، چه شرط بندی سالمی هم هست، اگر ترامپ بشه رئیس جمهور تلویزیون مردم $500 گیرش میاد، اگه نشه ما چیزی نمیبازیم. خیلی ممنون. و من فکر میکنم به احتمال 85-90% این آقای ترامپ میشه رئیس جمهور، برای که مردم آمریکا خیلی ناراضی هن از این سیستم و به اشتباه میگن ما مثلا خونمون هر لوله کشی را آوردیم بد بوده، حالا سیستم ساختمونمون مشکل داره، ولی میخوایم بریم یک کسی رو بیاریم که لوله کش نباشه. طرف میخندید میگه اصلا این حرفی که آمریکایی‌ها دارن میزنن یک حرف احمقانه است، ولی آدمایی که عصبانی هستن معمولا احمقانه صحبت میکنن و آمریکایی‌ها از این قانون و قاعده مستثنا نیستن. خب بریم سراغ ایمیل بعدی یا نوشته‌های معمول بعدی. مانتی عزیز نوشته که سوربی جان سلام، خسته نباشی. نمیدونم اون کلیپی که اوباما میگه حالا بعد از ریاست جمهوری چه کار کنه دیدی یا نه؟ خیلی جالب و خنده داره. از پیشنهادهای دوستان نظیر جو بایدن و رئیس کنگره و میشل خواستم که شما از طرف من به از اون به اصطلاح با میشل و زنش و اینا صحبت کرده، میشل و معاونش و رئیس کنگره، میگه که خواستم شما از طرف من به اوباما پیشنهاد کنید که بعد از دوران ریاست جمهوری که 20 ژانویه هست 2017 به کمپوزیسیون ایرانی ها در لس آنجلس بپیوندند که هم سرگرمی است و هم سرکار گذاشتن. مطلب دیگر، حتما اون مصاحبه اخیر مهدی فلاحتی را با محمد رضا عالی پیام ببین، اون وقت متوجه میشی که رژیم اسلامی چه تحمیلات و زورگویی ها و محرومیت ها در طول 20 سال گذشته در حق او کرده. ممنوع الکار، نداشتن حق کارگردانی و بازی در فیلم ها اکثرا توقیف شده و بعد روی آوردن به کارهای دیگر فرهنگی، شاعری و 3 بار زندان. ممنونم از شما. اون فیلم رو اولا راجب اوباما اون برنامه رو که شما میگید، بله من دیدم. اینجا رئیس جمهورها هر سال اونایی رو که کورسپاندن کسایی هستن که از وایت هاوس میرن گزارش تلویزیونی تهیه میکنن، رادیویی تهیه میکنن، اینها اتفاقا ما هم درخواست دادیم شاید به زودی ما هم وایت هاوس کورسپاندن بشیم و اینا رو دعوت میکنن برای یه مهمانی شام. اون وقت این آقای اوباما یه کسایی که به اصطلاح کمدین درست حسابی هستن براشون مینویسه، ولی با وجودی که براش مینویسه باز اون اجرا کردنش خودش یک مهارت خاصی میخواد. اوباما نشون داده، چون اوباما هم پروفسوره، هم درس میداده، هم سخنور خوبی هست، این به اصطلاح اجرای برنامه ها رو نشون داده که از پسش بر میاد و اون رو به خوبی اجرا کرد. بله گفت که داره کارم تموم میشه و
از اینا پرسیدم که حالا چه کار کنم و اینها، بعدم به شوخی گفت که ما، به شوخی نه، گفت من یکی دو سالی اینجا میمونم چون میخواد درس بچهش اینجا تموم بشه و آخرم میکروفون انداخت و رفت. ولی این که شما پیشنهاد میکنید به کمپوزیسیون بپیونده، فکر نمیکنم ایشون همچین کاری رو انجام بده، چون دلیل اصلی که اینا میان خودشونو میکشن و پدر خودشون در میارن رئیس جمهور بشن اینه که بعد از رئیس جمهوری شروع کنن پول بسازن تو شرکت‌های بزرگ، توی سازمان‌های بزرگ، توی سخنرانی‌ها و الی آخر. این ماجراست، فکر کنم ایشون هم میره دنبال همون کار. و اما راجع به اون فیلم یا مصاحبه آقای مهدی فلاحتی با آقای عالی پیام که هر دو هم سیبیلاشون زدن مثل بنده دیگه، وقت میدونید میگن گربه ها شما اگه سیبیلشون رو کوتاه کنید اینها دیگه نمیتونن درست راه برن. فکر کنم ما ایرانی هم همه از اول میخوایم سیبیل داشته باشیم و اینجوری، اینها بعد یکم که پیر میشیم و سفید میشه همه سیبیلا رو میزنیم، اون موقع است که اتفاقا کج و کوله راه میریم، هم از لحاظ فکری هم از لحاظ به اصطلاح عمل کردن. من اون رو دیدم آقای مانتی عزیز، آقای به علی شیرازی هم برای من فرستاده بود، با آقای علی شیرازی هم صحبت کردم. چون شما توی این برنامه چیز به من گفتید که بعضی وقتا من اون چیز به اصطلاح روی میز تشریح گذاشتن یا زیر ذره بین گذاشتن رو دوست دارید، بهتون میگم ببینید به صحبت‌های آقای عالی پیام توجه کنید. به نظر من اینا دوستانی هستن درست مثل آقای نوریزاد، اینا با حکومت بودن رفتن، یه جا رسیدن دیدن حکومت دیگه اینا رو بازی نمیده، دیگه اینا رو هر فیلمی خواستن بسازن صدای ایشون نمیزنن، هر فیلمی ایشون بسازه قبولش نمیکنن. اون وقت شروع کردن اعتراض، بعدم حکومت دیده اینا شدن موی دماغشون، افتادن به جون هم. اینجاست که مثلا آقای نوریزاد میاد بیرون، اینجاست که آقای عالی پیام میاد بیرون. آقای عالی پیام تو صحبتاش میگه که من رفتم اونجا و فلان اینا، بهم گفتن بیا برای سپاه کار کن، گفتم باشه، رفتم برای سپاه کار کرد. بعد میگه که 9 سال کار میکرد برای سپاه، حقوق نگرفت. دوستان اینو نگاه کنید، اگه من اشتباه شنیدم به من بگید، شما به من بگید در ایرانی که یه نفر مجبور 3 کار انجام بده تا زندگیش بگذره، ایشون چجوری رفته 9 سال کار کرده حقوق نگرفته؟ ایشون کیه؟ باباش ملک داره؟ باباش کارخونه داره؟ چیه که هنوزم میگه من خونه اجاره‌ای زندگی میکنم و با آقای فلاحتی میگه که من همه جای تهران زندگی کردم و الی آخر. ببینید اینا، من فکر میکنم اگر اول با خودشون رو راست میشدن مشکل ما شما هم حل میشه. اینا چون با خودشون رو راست نیستن، دروغ میگن به خودشون، بعد این دروغه به اصطلاح تو مغزشون میره قبول میکنن، اون وقت میان برای من و شما. شما به من بگو این صحبت های محمد رضا عالی پیام، این آقای بادکوبه‌ای، این شعرهای خانم هیلدا صدیقی فلان ویسا، اینها چه کاری کرده برای من و شما به عنوان ایرانی؟ بگید چه کار کرد؟ هیچ کاری نکرده. باور کنید من بارها گفتم اگر به من آخوندا بگن آقا ما با اینا چی کار کنیم، میگم ببین این جایی که دارن کوچولوه، تنگه، جا نمیشه، اینو بزرگتر کنید، بعد چای و اینا بیشتر بهشون بدید، قند بدید، چای بدید، شکر بدید، میوه بدید، بذارید همینجا برای خودشون خوش باشن. آقا میاد یکی شعر میگه 10 نفرم کف میزنن. یکی دیگه هم هست یه شاعری به نام زورو، اونم ببینید اونم جالبه. اینها برای یک لحظه خوبن، اون لحظه ای که من و شما عصبانی هستیم، اینها با گفتن اون شعر، با اجرای قشنگ اون شعر، عصبانیت من و شما رو کم میکنه. معمولا آدمایی که عصبانی نیستن دیگه کاری انجام نمیدن، اونایی که عصبانی هستن بلند میشن میرن تظاهرات. اینا سوپاپ حکومت، اینها باعث میشن شما وقتی جوش میاری، عصبانی هستی، میگی دیگه الان من قید همه چی میزنم میرم ایران، این شعر که میخونن میگه حالا ولش که برم یا آبجو بیارم بخورم. به نظر من اینها سوپاپ اطمینان دولت و این به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی هست. اگر شما فکر میکنی من اشتباه میکنم، نظر شما چیزی دیگه است، خب شما بگو یا بنویس، من میخونم در برنامه و دیگران هم
قضاوت کنن. بارها من ویدیو اینها رو گذاشتم، نوشتم شاعر نمیدونم چی میگن آزادی بخش یا سوپاپ اطمینان حکومت آخوندی، همه که نه، خب بیشتری ها می‌نویسن سوپاپ اطمینان. همین آقای عالی پیام، من دو بار ازش خواستم که بیاد مصاحبه کنه، نوشته من چون پروندم در حال اقدامه فعلا نمیام. دروغ میگه، میدونه اگه اومد اینجا من بهش میگم آقا شما الان پسرت هم عروسی کرده، داماد و عروس رو اینها داری، شما به من بگو تو ایرانی که میگین مردم گرسنه هستن، از نمیدونم بیپولی فاحشه‌گری میکنن فلان میکنن، شما به عنوان یه ایرانی چجوری 9 سال رفتی برای سپاه کار کردی مجانی، و چرا رفتی برای سپاه کار کردی که باهاشون هم درگیر بشی برگردن یقتو بگیرن؟ برو بخون باهاش، با خودش تماس بگیر. میدونید عالی پیام چندین صفحه فیسبوک داره، یا اونم مثل من اشتباه کرده بلد نبوده 12 تا درست کرده، حالا یکی یکی قطعشون کرده، یا اینکه دیگران به اسمی. تنها صفحه فیسبوکی که میگه مال خودش هست اونی که یک شال سبز انداخته گردنش. همین ماجرای شال سبز رو ایشون بیاد برای من و شما توضیح بده، بگه چجوری شد که اون موومنت، اون جنبش، جنبش سبز شد. برای ما بعدن توضیح بده چگونه شد جنبش آقای روحانی رنگ پرپل، چی بهش میگیم، بنفش گرفت. اینا رو، این رنگا رو، این شاعرها رو بکشید به سوال، و الا اینکه آقای فلاحتی میاد، آقای فلاحتی داره حقوق از دولت آمریکا میگیره، نشسته به ریش من و شما میخنده. باید ساعت پر کنه، برنامه بگذرونه. آقا حالا بخون اون شعر دیگر رو. اونم میگه آقا من این برنامه میخوام صحبت کنم، شعرام که روی ویدیو برن مردم ببینن. این مصاحبه از لحاظ مصاحبه رادیو تلویزیونی زیرو، آقای مهدی فلاحتی عزیز. یعنی چی؟ شما میای اینو میاری، اصلا وقتی صحبت میکنی میگه نه آقا این نبود، راجع به اون بود. بعد میگه اینو بخون، میگه نه اینو من نمیخونم، اونو میخونم. اینجا کی سکان کشتی دستشه؟ بعدم اینقدر شما شغل بافتی برای این که خود فلاحتی به عالی پیام میگه که شما این کارا رو میکنی، به ما بگو تو چه کار نمیکنی. من یاد حقا انداخت. آقایون خانما، شما چند تا شرکت کار میکنی، چند تا سازمان کار میکنی، چند تا شغل رسمی، چند تا شغل غیر رسمی داری؟ من یه روزی با این آقای حقا وقتی میخواستم مصاحبه کنم، رفتم خوندم، دیدم توی 18 تا شرکت نوشته نمیدونم جزء هیئت امناس، چی میگن، مدیر، مدبره. توی 10 تای دیگرش نوشته سرمایه گذارم نمیدونم این. گفتم آقا ما یه شغل داریم، یه شغل هم به عنوان حالا مثلا یا دلخوشیمون یا تفریحمون فلان داریم، توش موندیم، شما بیا به ما اینو یاد بده، اصلا سیاست بنداز دور، بیا به ما یاد بده چجوری تو 28 سازمان و اینها هستی. آقای عالی پیام، هفته چند ساعت کار میکنی برای این سازمان ها؟ همین هست که سازمان ها به هیچ جایی نمیرسن، چون هر کدومشون اسم شما را گذاشتن، نوشتن اونجا، ولی شماها توی اونها فعال نیستی. جمعه بشه و شنبه بشه و وایسید اونجا، آقای فلانی بیا صداتون بزنه، آقای عالی پیام حالو بفرما، یه شعری میخونه، اونم کف میزنه. چی شده؟ این شعرها چه کار کرده برای من و شما؟ یکیتون بیان به من توضیح بدید، من نمیفهمم. اگه شما میفهمید بیان توضیح بدید. یاد گرفته بودیم دیگه، ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب. من دارم از شما میپرسم، میگم شما چه چیزی از این فهمیدید که من نفهمیدم؟ خب مونتی رو گفتیم، انتقاد سکینه الماسی درباره فلسطین به رئیس جمهور ایران. سکینه الماسی درباره فلسطین به رئیس جمهور ایران این رو گفته. ببینیم این خانمی که عضو اصلویه و اینها هست، اصلویه تا موقعی که ما شیراز بودیم و ایران بودیم اسمی ازش بلد نبودیم، وقتی آمدیم اینجا شنیدیم یه جایی هست به نام اصلویه، اصلویه مثل که همون نزدیکای برازجون و بوشهر هست. خانم الماسی نماینده اصلویه و کنگان هستند که به اصطلاح جزء استان بوشهر. در سخنرانی دلاورانه‌ای درباره فلسطین به حسن روحانی گفت فلسطین زالویی است که به جان ایران افتاده و خون او را می‌مکد.
جناب آقای روحانی، شما امانتدار این مردم بخت برگشته هستید که میبایست از این امانت پاسداری کنید. پس چگونه اجازه میدهید اموال این مردم به بهانه کم ارقام اموال این مردم به بهانه کم ارقام بسیار بالا به تار، این جمله رو من نمیتونم درست بفهمم، بالاخره به تاراج رفته و سکوت اختیار نموده و خود را به بیخبری میزنید. اینها همان عربهای فلسطینی هستند که خونهای اهدایی مردم ایران را به جرم شیعه بودنشان پس فرستادند. فلسطینی ها خون ایرانی ها را پس فرستادند و گفتند خون شیعه نجس است. اینها همان عربهای فلسطینی هستند که بازی تدارکاتی فوتبال را با ایران تحریم کرده و کسر شأن خود می‌دانستند. اینها همان عربهای فلسطینی هستند که پس از مرگ صدام جنایتکار در کشور خود 3 روز عزای همگانی اعلام کردند. اینها همان عربهای فلسطینی هستند که در تیم فوتبالشان 5 اسرائیلی بازی می‌کنند ولی ورزشکاران ما از مسابقه با آنها محرومند. آقای روحانی، کمی شیشه ماشین‌های ضد گلوله خود را پایین بکشید و ببینید مردم کشور ما خودشان بیشتر نیازمند کمک‌های دولتی هستند یا عرب‌های نمک نشناس. کمی از کاخ سعدآباد و کاخ مرمر بیرون بیایید و ببینید فحشا تا کجای جان این مردم رخنه کرده. ببینید بیکاری تا به کجا، که 80% رانندگان آژانس ها و 40% رانندگان تاکسی مدرک لیسانس و فوق لیسانس دارند. آقای روحانی، حتما از تورم دروغین 12% شماست که هوس کرده اید به هر فلسطینی 7000 دلار و به هر بی خانمان فلسطینی 100,200,000 تومان بذل و بخشش کنید. یادآور می شود به سرعت آوای سخنرانی ایشان از همه سایت های اینترنت برداشته شده است. خب حالا ببینید دوستان، این جمله آخری همه رو خراب کرد. اولا زمانه شده که اگر یک کسی یه چیزی رو روی اینترنت بذاره، اگه ورش هم داره باز اون همون جوری موجود هست و توی گوگل و این ور اون ور میشه پیداش کرد. بعد شما کمپوزیسیون کجا هستید که تا میذارن ضبط کنید، نگه دارید، عکس بردارید و مدرک بشه. دوباره اگه این خانم این حرف رو زده که پای حرفش هست، باید الان تلویزیون ها به جای مصاحبه با آقای عالی پیام با ایشون صحبت کنن. آقای وایس آف امریکا، آقای مهدی فلاحتی، خانم چیه اسمش یادم رفت، دفتری، خانم لیزا دفتری از فاکس نیوز. خانم لیزا دفتری میگه من فاکس نیوز را انتخاب کردم چون فاکس نیوز میذاره همه صحبت کنن. دوستان ببینید، این خانم یهودی الاصل ایرانی الاصل میگه من، مخبر خوبیه، خبرنگار و مفسر خوبیه، ولی میگه من فاکس نیوز رو مگه 10 دفعه گذشته بودن گفته نه شما هر کدومش میخوای انتخاب کن. یکیش آگهی داده برای کار، شما رشتت فوق لیسانس روزنامه نگاری بوده، رفتی اونجا استخدامت کردن، ولی من این رو انتخاب کردم. اصلا چه ببخشید، چه خدایا چی بگم، همون جلو خودشون بلند میشه. خب این خانم یه چیزی رو فراموش کرد دوستان، درباره فلسطینی ها بگه، و اون اینکه فلسطینی ها در جنگ ایران و عراق بر علیه ایرانی ها می جنگیدن. فلسطینی که به اصطلاح خیابان کاخ تهران رو و اون سفارت اسرائیل رو کردن سفارت فلسطین و اون خیابان کاخ رو هم کردن خیابان فلسطین، و بلا فاصله فکر کنم اولین کسی که اومد ایران ایشون بود، پولهای هنگفتی هم بهش دادن و رفتن. در صورت حالا شاید ما با خانم الماسی صحبت کنیم، چون آقای عالی پیام که فعلا از ما میترسه و داره در میره، ببینیم چی میگه. بله، و اینا اگر نماینده مجلسن، بله اینا رو تو مجلس باید عنوان کنید، 20 تا 30 تا 100 تا دیگه هم امضا بگیرید و مجلس کارش اینه. والا این نامه رو یکی بنویسه و بعدم بگن اصلا دیگه حرفش قطع شد و برداشتن، فردا یکی میاد میگه آقا اصلا این
دروغ بوده. در رابطه با دروغ و اینها یه خبری رو من قبلا هم خوندم، نوشته بود که سال 1989 یا 98 آقای ترامپ گفته که من اگر یه روزی برای ریاست جمهوری بخوام اقدام کنم این کارو میکنم اون کارو میکنم. پایینش هم نوشته بود پیپل ماگازین. وقتی یه کسی میخواد دروغ بگه یه اسمی رو میذاره، من و شما تا میبینیم نوشته پیپل ماگازین دنبالش نمیریم، ولی من رفتم همونا خودشون نوشتن آقا اصلا همچین چیزی این نگفته، این احمق، این پررو، این بی‌تربیت آقای دونالد ترامپ، ولی همچین چیزی نگفته. و برای اون دوستی که نوشتم گفت مگه همین نبود که اینجوری گفت؟ گفتم ببینی اون یه بحث جداست. اگه همه چیزای دنیا رو این گفته باشه و شما همه این نوشته ها و گفته هاش برای من بفرستی، میگم شما درست میگی، ولی این یکی رو که نگفته و دارن نقل قول دروغ ازش میکنن، من و شما تا فهمیدیم این دروغه باید دیگه نگیم، یا حتی به لیستمون که اینو فرستادیم بفرستیم بگیم آقا این ایمیل هوکس بوده یا قلابی بوده یا فیک بوده، هر چی که دارید میخواد. خب آقای جان کری، میدونید که الان ایام این کلمه فارغ التحصیلی رو من میترسم استفاده کنم، چون آقای آریانپور میگه ما تنها ملتی هستیم که کلمه ای داریم به نام فارغ التحصیل. یعنی دیگه من میگم آقا بله من فارغ التحصیل شدم از دانشگاه فلان در رشته اکابر، دیگه درس نمیخونم، و الا فارغ التحصیلی نداریم. اون وقت از اون میگیم زگهواره تا گور دانش بجوی. الان حالا دیگه میگم کلمه براش ندارم، موقعی که این بچه ها از مدرسه به اصطلاح نائل میشن به دریافت دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و جشن میگیرن، و توی این جشن ها هر مدرسه‌ای، هر دانشگاهی سعی میکنه یکی از آدمای معروف دنیا، حالا یا بیشتر معروف آمریکا، یا در رشته سیاست یا در رشته تکنولوژی، اینها رو بیاره صحبت کنن. یکی از اونها ببینم کدوم دانشگاه بوده، سیکرتی آف جان کرنس شات ات دونالد ترامپ دیورینگ هیز فرایدی کامنسمنت سپیچ ات نورت ایسترن یونیورسیتی گریجویشن. بله، یکی از اونها این دانشکده نورت ایستر، من اصلا نشنیده بودم اینو، حالا اینجا شنیدم، نورت ایستن یونیورسیتی آقای جان کری رو دعوت میکنن. دیدید دیگه همون روبو میندازن روشون و اینها، که خیلی از ما ایرانیان نمیدونیم این ماجرای این روب، همون کلا عمامه و ربا و ردا و قدایی که میکنن گردن اونایی که درسشون تموم میشه، این نقش، یعنی چیز ابو علی سیناست که اینجا اجرا میکنن. خلاصه اونجا حمله کرده به ترامپ و گفته که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای بوردلس ورد، یعنی دنیایی بدون مرز. اون وقت این احمق میخواد بره دیوار بسازه. در هر صورت این هم از این ماجرا. ممنونم از آقای علی شیرازی عزیز که این رو فرستاده. بله، اون چیزی رو که از آقای چمنارا خوندم دوستان این بود، یعنی گفتم بهتون این بود. حالا اجازه بدید از روی نوشته خودشون بخونم که اگر یه جایی من اشتباه گفتم و اینها، شما خودتون ببینید که ایشون چی نوشته و نظر ایشون چیه. شما میتونید راجع به کامنت ها هم نظر بدید. یه برنامه بوده، آقای سعیدی آمده اینجا صحبت کرده، یه نفر در مورد اون برنامه نظر داده، شما میتونید درباره اون برنامه نظر بدید یا درباره نظر اون شخص نظر بدید. تا موقعی که در کمال احترام با هم صحبت کنیم، چرا نه. آقای سربی، ایشون آقای سهراب چمنارا این رو نوشته، در اینجا من فقط کامنتی درباره یک ساعت گفتگوی شما با آقای سعیدی درباره نظام شاهنشاهی پارلمانی نوشتم. امیدوار بودم که شما خلاصه کتاب 2020 سقوط حکومت اسلامی را در نظر داشته باشید. آقای سعیدی می‌فرمایند نظام شاهنشاهی پارلمانی، بنده هم پیشنهاد کردم نظام پارلمانی با شاه انتخابی. حالا اگر شما از لغت شاه
که معنی قدیمی آن برگزیده است. ما تا امروز فکر میکردیم شاه یعنی بزرگ، به همین خاطر میگن شاهنامه یعنی کتاب بزرگ، به همین خاطر میگن شاهراه، به همین خاطر میگن شاه چی میگم دیگه شاهرگ. من فکر کردم بزرگه و هیچ جا من تا حالا نشنیده بودم کلمه شاه یعنی برگزیده. خوشتان نمی آید اسم آن مقام تشریفاتی را بگذارید رئیس جمهور یا پیشوا یا هر چیز دیگری که مردم می خواهند. کسی هم نگفته مجلس خبرگان قانون اساسی بنویسد. آرزوی من این است که این 5 میلیون ایرانی برون مرز روزی بتوانند بین خودشان یک قانون اساسی را توافق کنند و در داخل ایران بشود شعار ملت تا تغییر نظام که در سال 2020 اتفاق خواهد افتاد. حالا من برعکس شما آقای سهراب چمن را باور میکنم که من و شما و اون 5 میلیونی که خارج هستیم اصلا نه حق انتخابات داریم نه حق قانون اساسی برای اونها نوشتن داریم. بله من میتونم بگم آقا من در آمریکا زندگی کردم، چرا یک مقام تشریفاتی رو شما بیارین سالی 60 میلیون دلار 100 میلیون دلار هرچی خرج کنید که هیچ کاری نکنه، بیاین مثل همین آمریکایی‌ها رئیس جمهور انتخاب کنید. این دوست من نوشته که من چون میدونم تو از ام کوین بدت میاد به جای 50 پوند از انگلستان برات 50 یورو فرستادم. در صورت مثلا یکی دیگه از این پدر سوخته بازی های انگلستان اینه، جزو اروپا هست، جزو یکی از اونایی هم هست که خیلی میتونه دستور بده و مشدوانی کنه هر جا میخواد، ولی پول یورو رو قبول نداره، هنوز اون به اصطلاح پوند خودش رو داره. توی این قسمت ها دوست عزیز اگه پوند رو بفرسی ما کاری نداریم به اینکه عکس ملکه روشه یا عکس یک مجلسی روشه، چون اینو میریم میدیم خرج میکنیم، اینجا میریم میدیم بانک، همون روز نگاه میکنه ببینه مثلا پام نزدیک یک و نمیدونم چقدر 60-70 عوض میکنه. و بازم ممنونم از ایشون، بازم ممنونم از اون دوستمون که مادر بزرگ شده، بهشم تبریک میگم و واقعا چه لذتی داره من حالا دارم میفهمم. پس من آقای چمنارا با شما تو دو قسمت مخالفم. یکی این که چرا ما یک مقام تشریفاتی بیاریم برای چی؟ آقا یه مجسمه قشنگی بگو این مقام تشریفاتی ماست برای همیشه، اینم هم قشنگ هر سال بیان تمیزش کنن دیگه، چرا پول بدیم چرا خرجش کنیم؟ بعد حالا شما میخوای شاه انتخاباتی انتخاب کنی، شرایطش چیه؟ ما بهش میگیم رئیس جمهور، شما بهش میگو شاه. قانون اساسی رو من و شما نباید بنویسیم، قانون اساسی رو مجلس مؤسسان به اصطلاح درست میکنن، مجلس مؤسسان اونایی هن که قانون خوندن، اونایی هن که سالها این رشته قانون اساسی کشورهای دیگر رو خوندن، خوبیا و بدیا رو میارن میریزن با اون شرایط اجتماعی شرایط جغرافیایی، از توش یه قانون اساسی برای اون مملکت در میاره. و الا من و شما 5 میلیونی که اینجا دنبال کار و زندگی هستیم، من اصلا سوادی ندارم که قانون اساسی بنویسم، نمیخوام به شما توهین کنم. حالا آقای مثلا دکتر نصر احمدی رفته قانون اساسی نوشته، خب کی اجراش میکنه؟ کی اصلا ایشون رو قبول داره؟ این دوتا اختلافی که اگر وقت کردید با هم صحبت میکنیم. و اما بله این رو باز اینجام نوشتم. آها آقای مانتی فاطمی هم توی این برنامه چیز نوشتن در رابطه با آقای سعیدی، بذارید این رو هم بخونیم که جالبه اتفاقا در دنباله همون نوشته آقای سهراب چمنارا بود. ببینید همونو که ایشون نوشته در اینجا من کامنتی گذاشتم اینها، بعد آقای فاطمی هم دوباره اون زیر نوشته. آقای فاطمی شما با اون خانواده حسین فاطمی و بچه های برادرش و اینها که الان بچه های برادرش در آمریکا هستن آشنایی یا نسبیت چی میگن فامیل هستید یا نیست؟ آقای سربی گرامی با تشکر از برنامه بحث انگیزتان، گرچه آقای سعیدی
با ادب و نزاکت و شیرین سخنی صحبت کردند و عقیده هر کس محترم است، ولی ایشان سخت در اشتباه هستند. اولا عقبگرایی و بازگشت به گذشته هیچ ملت و یا رژیمی را به پیشرفت و ترقی نرسانده است. ایشان شناخت درستی از رژیم‌های پارلمانی پادشاهی در اروپا ندارند. من 40 سال در اروپا بودم و ملکه انگلیس هیچ حق و نظری درباره گرداندن مملکت ارکانهای قدرت ندارد، فقط تشریفات و پول یا مفت 60 میلیون در سال، درآمد از سرمایه های اندوخته خاندانش، مالیات هم میدهد، ولی در 20-30 سال گذشته مردم انگلیس آنها را پارازیت و بی ربط به قرن 21 میدانند. جمهوری هم میتواند فاسد و دیکتاتور مابانه باشد، نمونه ها زیاد است. من هم از آقای چمنارا که زیگزاگ میزند متعجبم. عدالت اجتماعی، دموکراسی و آزادی ها ربطی به ملکه و شاهان انگلیس ندارد، وگرنه بیش از 400 سال پارلمان بوده ولی شاهان و ملکه های مرتجع، دیکتاتور، فرزند و پدر و برادر کش هم فراوان داشتیم. ممنونم از این دوست عزیزمون و خیلی خوشحالم که این برنامه ها باعث میشه که شما حتی روزهای بعد هم بیاین و دربارش بنویسید و صحبت کنید. فصل انتخابات هست در آمریکا. آقای ترامپ از ریپابلیک، از حزب جمهوری خواهان فعلا به اصطلاح مردم انتخابش کردن و خیلی مسخره است. مثلا همینجا فردا هنوز توی ایالت‌های انتخابات هست، هنوز برای اونایی که رفتن بیرون اسمشون هم هست و مردم هم میرن رأی میدن. یعنی یه چیزی که من همون سالای اول اینجا متوجه شدم این بود که هی که وسیله هم پیش میره هی زودتر و زودتر دارن رأی میدن، بعد از بعد از ظهر میگه که بله دیگه، حالا مثلا رأی فلان استان هنوز خونده نشده ولی احتیاجی هم نیست، رئیس جمهور این شد. یعنی خب ببخشید، سال دیگه 4 سال دیگه اونا میگن خب ما بریم برای چی؟ اون مخصوصا اون قسمت‌های وسط آمریکا، قسمت غرب آمریکا و شرق آمریکا تعداد جمعیت و استانها خیلی زیاده، ولی وسط آمریکا حتی معروفه، مثلا اگه اشتباه نکنم وایومینگ هست که میگن تعداد گاوها از تعداد آدمهاش بیشتره، چون اونجا همه دامداری و اینها دارن. اینا اصلا رأیشون شمرده نمیشه و همین نشون میده که در سیستم جمهوری آمریکایی هم همچین بدون اشکال نبوده و نیست. و اما این خیلی جالبه، نوشته Who is next؟ نفر بعدی کیه؟ یعنی بین ترامپ، بین خانم هیلری کلینتون و آقای برنی سندرز شما فکر میکنید که کی انتخاب میشه؟ میگه که آقای بیل کلینتون که اینجا بود اون طالبان درست شد، جورج دبلیو بوش القاعده و باراک اوباما آیسیس، همین داعش. What is next؟ چه سازمانی با چه رئیس جمهوری بعدن میاد؟ این تاریخی یکم اشکال داره دوست عزیز. طالبان در زمان ریگان و در زمان اون ماجرای افغانستان و اینها بود و عکساشون توی کاخ سفیدم هست. ما یک کمی نمیدونم، حالا یا کم حوصله هستیم یا کم اطلاع یا دوتاش. طالبان رو آقای بیل کلینتون را ننداخت، ولی در زمان بیل کلینتون همون طالبان و القاعده و قسمت تندروش القاعده و اینها گفته بودن که ما ضربه میزنیم و خیلی ها میگن که کلینتون این مدارک و اینها را به جورج بوش و سیستم اطلاعاتیش داده بوده که اینها دنبال یک ضربه هستن، آنچنانی مواظب باش. چیزی که هست آقای جورج بوش فکر کرد اینم مثل دعوای توی باره، یه شیشه آبجو میزنه زمین میشکنه، آی نفسکش میکشه، این آقای سرهنگ فرهومند یه حرفی میزنه، هر وقت حرف میزنه من میگم خوب که یه چیز دیگه نمیگه، میگه آی کی رفته پشت بوم، قسمت اولش که میاد خیلی خطرناک، بعد میگه آی کی رفته پشت بوم. این جورج بوش هم فکر کرد با اون آی نفسکش میتونه اینجا رو دنیا رو راحت کنه، در صورتی که نفهمید اون کسی که
از زندگیش گذشته، تو به هیچ صورتی نمیتونی باهاش منطقی صحبت کنی. تازه تو هم که منطقی نیستی که. این هم از این ماجرا. خب ببینیم که دیگه چی داریم اینجا. آقای چمنارا رو گفتیم، FFB این رو هم گفتیم، دوستمون Who's next و What is next. بریم ببینیم بعدیش چی میشه برنامه. بله، آفرین به تاجیکستان، این رو دوست ما آقای علی فرستاده. و باور کنید من بعضی وقتا میدونید من بدون که کسایی رو دیده باشم شناخته باشم توی ذهنم از اینا یه تصویری دارم. من مثلا آقای مصطفی زاده رو یه جوری فکر میکردم این مثل معلم ها باید باشه و اینها. اولین باری که دیدمش گفتم شما مثل یکی از استادای ما بودی و درست حد زدم. این آقای به چیز رو علی شیرازی رو من تا حالا ندیدم، ولی تصوری که دارم اینه که یک آدم آزادمنشیه، مطالعه زیاد میکنه، وقت زیاد میذاره، با این که سن بالایی داره رو کامپیوتر وارد کار میکنه، مقاله پیدا میکنه، ویدیو نگاه میکنه اینها. ولی یه دفعه تعجب میکنم که مثلا این رو مینویسه آفرین به تاجیکستان. حالا ببینید تاجیکستان چه کار کرده. دولت تاجیکستان ریشه 13,000 نفر اسلامگرای افراطی را تراشید. من همین جمله اولش خواهم از شما سوال کنم. آقای علی شیرازی عزیز، الان که در دنیا مد شده ریش میذارن، الان که یک ماه در نوامبر اگه اشتباه نکنم مردا ریش میذارن برای که سپورت حمایت کنن از جنبش های مختلف، نمیدونم ضد سرطان ضد فلان، اونجا توی تاجیکستان این کسی که این کارو کرده آیا یه ترسی تو وجود اونایی که مسلمون هم ممکنه نباشن ولی میخواد ریش بذاره درست نکرده؟ یا اینکه تو خیابون طرفو میگیرن بهش میگن تو که ریش داری اسلامگرای افراطی هستی یا از لحاظ مد فشن میخوای ریش بذاری؟ اینو برای من بنویسید، برای خودتون فکر کنید. اگه این باشه که میشه همون کاری که رضا شاه کرد که به قول خودشون کشف حجاب، که همونم غلط بود، رفع حجاب میخواست بکنه. اینا به جای این که بیان مردم رو دانا کنن، آگاه کنن، چیز کنن، میان زورکی یک کاری میکنن که پس فردا اگر اونا اومدن میگن دیگه حالا همه باید ریش بذارن. آقا همه ریش بذارن به همون اندازه غلطه که این آقا بره ریش مردم رو بزنه. همه باید روسری بپوشن به همون اندازه غلطه که آقای رضا شاه بره روسری های مردم رو برداره. خیلی دلتون خوش بود به کمال آتاتورک و اینها مینازیدیم. ببینید الان اروپا که نیست هنوز، ببینید ترکیه الان به چه روزی افتاده. دست این آقای اردوغان، یا بعضی ها میگیم اردوغان، اردوغان، واده بر هرچی میخواه اسم کوفتیشو بگی، افتاده. برید ببینید چی شد. همیشه اینجوریه، شما اگه یه فنری رو فشار بدی اولا باید یه کیج درست کنی، یه قفس دورش درست کنی که این در نره. اگر در رفت پدر صاحب بچه رو در میاره، میزنه به در و دیوار، دیوار رو خراب میکنه، صورتتو میشکنه، جراحی باید بکنی. فنرها رو فشار ندید، بذارید از این حالت فنریت جامعه استفاده کنید به نحو احسن. بارها گفتم خیلی از دوستان میگن آقا کوروش هر جا میرفت به مردم میگفت ما کاری با دینتون نداریم. میگم بابا برید بخونید 33 تا جنگ کرده، بعد از 30 تا جنگ تازه دوزاریش افتاده. من چه کار دارم به دین این؟ من اومدم اینجا زناشونو ببرم و کشور رو بزرگ کنم و چیاشونو ببرم؟ بره هر کاری میخواد بکن، هر چی بره به دینش مشغول باشه من بیشتر میتونم بزنم. اونم تقلید از به اصطلاح جنگجوهای دیگه. بعد آقای چمنارا به من میگه من متاسفم که شما کوروش رو با چنگیز و با اسکندر. آقا مگه نمیگید کوروش کبیر؟ تو تاریخ چند تا کبیر داریم؟ الکساندر دی گریت. پس من مقایسه بیجا نکردم. الکساندر از نگاه شما آدم متنفریه، از نگاه خود اونها محبوبه که تونست دنیا رو بیاد نصف دنیا چقدر نصفان بیشتر بگیره. چیزی که از شما این ور وایسادی مثل دوتا بچه، اینش دوتا بچه عمل میکنی که باباهامون دعوامون شده، من
میگم بابای من خوبه، فرش به اون میدم، اون میگه بابای اون خوبه، بذارید یه نفر سوم بیاد بگه آقا این دوتاشون احمقن که این کارو میکنن، این دوتاشون احمقن که وایسادن جلو بچه هاشون میجنگن. خانم نعیه برای من نشنود، خب اگه کسی از دریای خزر حمله میکرده، خزرها اصلا اسمشون معز این بوده، حمله میکردن، اینها نباید حمله کنن؟ میگم دفاع کنید قشنگ، یه مملکت پرس و محکم و قوی بذارید دفاع کنید ببینم کی بهتون حمله میکنه. این که میشه مثل جورج بوش، جورج بوش گفت برای که به ما حمله نکنن ما باید بریم تو کشورشون بزنیم، اون وقت کجا رفت احمق؟ به جایی که بره افغانستان و چیز رفت عراق، به جایی که بره پاکستان، افغانستان هم به اندازه پاکستان داغون نبود. در رابطه با پاکستان تبریک میگم به دوستانی که در لندن هستن، مخصوصا مانتی عزیز، ایشون تو لندن نیست البته، آقای صادق خان شده شهردار جدید لندن. من پارسال بود اونجا بودم، گفتم البته خب بدونید وقتی میری مرکز شهر معمولا همینجور، شما توی واشنگتن هم که بری تمام این آفریقایی ها و مسلمان ها هستن، ولی یه ساعت که میری بیرون اصلا خبری نیست، اونا هم حاضر نیستن بیان اونجا. در صورت خیلی مسلمون بود، فروشگاه عربی نوشته بود، خوراک ها عربی بود و اینها، و حالا دیگه آقای صادق خانم شهردار اونجا شده. در صورت اینی که شما آفرین میگید، این آفرین ها از لحاظ تعصبی نتیجه عکس العمل داره، به اصطلاح عکس العمل بد داره، اینا میگن بکفایر داره. دولت تاجیکستان در یک اقدام انقلابی ریشه 13,000 نفر رو به زور تراشید. دولت تاجیکستان گفته این اقدام در راستای مبارزه با اسلامگرایان افراطی صورت گرفته است. این برنامه شامل حال زنان نیز شده است، مگه زناشون هم ریش داره؟ حجاب اسلامی به طور رسمی در مدارس و دانشگاه ها ممنوع است. این ممنوعیت عملا شامل حال تمام نهادهای دولتی می شود. من باورم اینه که اینایی که زور میگن کار نمیکنه. خب دوباره آقای چمنارا برای من نوشته که بله، یه نفر نوشته بود که این آدم ها فکر میکنن میتوانن مردم را احمق فرض کنن، چطور که شاه این کار را کرده بود 37 سال زندگی یک سر. آها اینو فکر کنم سعید نوشته، 37 سال زندگی یک نسل و نیم است، درست میگه، هر 25 سال یه نسله. هنوز آقا بعد از 37 سال میخواست طبق قانون عمل کنه. در مورد آقای سعیدی که فکر میکند شاه داشت به دموکراسی میرسید، باید گفت آغاز دموکراسی با آزادی بیان شروع میشود، نه با بستن دهان مردم و یک حزبی کردن کشور او چه چیزی از کره شمالی فعلی کم داشت. گفتگو بسیار خوب پیش میرفت، آقای چمنارا نوشتن، تا که سوال شد شاه چه اشتباهی کرد. آقای سعیدی فرمودن که موضوع خیلی پیچیده است و بعد از آن شرایط آن موقع گفته شد و سوال بی جواب ماند، ولی جواب شما را شاه فقید در آخرین سخنرانیش داد که فرمود قول میدهم قانون اساسی را مو به مو اجرا کنم، ولی حیف که دیگر دیر شده بود. بله، همان قانون اساسی هرچند له شده میتوانست راه حلی باشد، ولی حیف و صد حیف که دیگر دیر شده بود. به هر حال جواب را فقط در قانون اساسی میتوان جستجو کرد و راه حل و نقشه را هم ایرانیان متحد در این وبسایت پیشنهاد کردند که همین یک صفحه اول را تقدیم آقای سعیدی میکنم، unitediranian.com. هم اسم خوبیه هم اسم ساده ای هست، برید اونجا بخونید. این وبسایتیه که آقای چمنارا و دوستانشون. آقای چمنارا، شما اگه قبول نکنید که اون نامه ای را هم که شاه خوند خودش ننوشته بود و به همین خاطر آقای احمدعلی مسعود انصاری آمد گفت اون نامه رو آقای حسین نصر و یکی دو تا دیگه مال تو دفتر و اینا نوشته بودن به وسیله به کمک خانم فرع، شاه هم هی راه میرفته میگفته خب این چیزی رو که من قراره بخونم بیارید تا من ببینم. اونم مثل اوباما، درسته که سخنور خوبی بود، هنرپیشه خوبی بود، ولی هنرپیشه‌های خوبم این لاینشون رو 100 بار میخونن تا بتونن اجرا کنن، تا اون پوینتاشو بتونن قشنگ به اصطلاح پانچ کنن، و نیاورده بودن. و اگر نگاه کنید توپق میزنه توی این خوندنش،
چون قبول نداره اون چیزی رو که داره میخونه که من اشتباه کردم و غلط کردم و دیگه این بار مو به مو چیز میکنم و دیگه این بار اون فسادها نمیشه. و بله شما درست میگی، شاه توی این نامه اعتراف میکنه که فساد مالی بوده، نمیدونم خانواده های نزدیک اینجوری بوده فلان، ولی این نامه رو قبول نداره، این خودش ننوشته بود. اینم از این ماجرا. بازم ممنون. بریم سراغ اسناد پاناما، یک افشاگری مهندسی شده. این رو پیام فدایی، ارگان چریک های فدایی خلق ایران نوشتن فروردین ماه 1395. میدونید که ماه قبل یک سری حدود نمیدونم 500 هزار مدرک آمد بیرون که اسناد پاناما چنین و چنان. خیلی از دولت ها از جمله دولت انگلستان، دولت ایران، خیلی از آدم های سرشناس معروف هنرپیشه اینها هم معلوم شد که اونا هم به اصطلاح کارشون خراب بوده و اینها. حالا این میگه که این اسناد پاناما یک افشای مهندسی شده. افشای اسناد پاناما که از آن به عنوان بزرگترین افشاگری اطلاعات در تاریخ نام برده می شود، یک بار دیگر گوشه ای از فساد ویرانگر ذاتی نظام سرمایداری در سطح جهانی را به نمایش درآورد و نفرت افکار عمومی جهان نسبت به دزدان و تبهکاران حاکم بر... ببینید این دوستان هم خب به قول آقای مینوی اینا هم یه طرفه میرن. آقا تو همین ماجرای اسناد پاناما گند کشورهای کمونیستی و اینا هم در اومد، از جمله آقای پوتین که اونم چند بیلیون دلار گویا تو همین کشورها قایم کرده یا تو همین شرکت ها. خب ببینیم که بعد از اینجا چیه. بله، یک دوستی به نام آقای رضا بدیعی، قبل از اینکه این برنامه ها هم شروع بشه من برای شما خوندم که اینها در پی این هستن که یه جلساتی رو داشته باشن و جلساتشون هم تا چندین ماه رفته بود. من گفتم خب پس به شما میگن اصلا ناراحت نباشید، هیچ اتفاقی نمیفته. همونجور که آقای منصور استانلو هم میگفت ما فعلا میخوایم صندوق درست کنیم، بعدا نمیدونم صندوق فلان درست کنیم، بعد گفتم آقا شما که شدی صندوق ساز، برنامه سیاسی چیه؟ همه رفتن دیگه برای مادام العمر برای خودشون کار درست کردن. آقای رضا بدیعی این ایمیل رو که برای من یه شنبه میفرسته، دیروز فرستاده بود که همون موقع هم یه جلسه ای دارم. اولا از برنامه‌ای که استفاده میکنن شما باید بری اون برنامه رو کامپیوترت اینستال کنی یا نصبش کنی. این روزا دوست عزیز همه وحشت دارن این برنامه‌های ناشناخته، مثلا گلوبال گو تو وبینار، این که میدونیم کیه، کدوم شرکته چیه. اونایی که پلتاک و مرتاک و اینها رو دارن شناخته شده هستن، سالهای سالن، تازه مردم یکی یکی آمدن بیرون دیگه میگن اینا برای قرن بیستم خوب بوده، حالا شما ها اومدین گو تو وبینار رو اینها درست کردید. اوکی بریم، چی کار انجام دادید؟ کجا مردم میتونن این نشست های شما رو دنبال کنن اگر همون روز یه شنبه این کلید رو نداشته باشن که وارد اون جلسه بشن؟ بعدش اینا رو کجا میذارید؟ شما میرید اونجا جمع میشید، مثل ما که میریم با دوستانمون باربیکیو میخوریم و آبجو میخوریم، بعدش دیگه تموم شد، والا همون هم فیلم داره تا سه روز هی عکسای همدیگر برای هم میفرستن مسخره میکنن، میگه نگاه کن مشروب خورده بودی قیافت چه شکلی شده بود. شماها این چند جلسه ای که رفتید چی میگفتن؟ بیلان میگفتن؟ راندمان حاصل چی بوده؟ اینا رو به مردم نشون بدی. اگر شما هم مثل دیگران میگید که این جلسات مخفی و اینهاست، خب دیگه اون عذر شما موجه. و اما به 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 آقای رضا پهلوی جایزه گرفت. به به، حالا ببینید از کی جایزه گرفت. دوستان یهودی، والا یهودی ها خوبن، دوستان صهیونیست هستن که کمی کارشون خرابه. این رضا پهلوی نه که بی سواده، نمیدونه که این دوستان یهودی با دوستی خاله خرسی زدن حکومت باباش رو داغون کردن، با اینکه میخواستن کوروش تو بایبل توی تورات خودشون بزرگ کنن، آمدن تاریخ 7000 ساله و 10000 ساله و 13000 ساله ایران رو کردن 2500 ساله، مردم رو عصبانی کردن و
مردم اومدن شاه رو در به در کردن. حالا ببینید، جایزه یادبود هولوکاست برای دفاع از حقوق بشر به شازده رضا پهلوی تعلق گرفت. آخه ببینید چقدر مسخره است. ایشون چی کار کرده برای یهودیا؟ ایشون برای کلیمیا چه کار کرده؟ بله، برید به اون آقای سرداری بدید که پاسپورت درست کرده، تو جنگ جهانی دوم نمیدونم چی فرستاده اینها. در چهارمین دور مراسم سالانه ارزش‌های جهانی جامعه یهود که پنج شنبه شب، بذارید من تا اینجا بخونم یه تیترشون رو، یه پاراگراف: به مناسبت روز یادبود قربانیان هولوکاست در شهر نیویورک برگزار شد، شازده رضا پهلوی جایزه یادبود هولوکاست برای دفاع از حقوق بشر را به خود اختصاص داد. وقتی میگن به خود اختصاص داد، معنی مثلا 500 نفر بودن، یکی کتاب نوشته، یکی یه عملی انجام داده، اینها اونها انتخاب کردن. آقا چی بهش اختصاص دادن؟ ای داده بید. خب ولی دیگه جایزه گرفت، حتما حالا میره جنبش درست میکنه، دستبند سبز، نمیدونم جنبش هر کی بیاد چلو کباب بیشتر بخوره، همه اینا رو درست کردن، به هیچ جا هم نرسیده. جون گادرینگ اوکی، ایرانیان مووی اوکی، ایرانیان مووی هم همشهریمونه، ولی خب پول نمیدیم، ما نمیتونیم همینجوری هی تبلیغ مجانی بذاریم و اسم شما رو بگی. پول بیار کباب ببر، وقتا میگفت نون بیار کباب ببر، حالا پول بیار تبلیغ ببر. بله، فرهمند علیپور فیسبوک، ببینم اینو دوستمون فرستاده چیه. بله، دوباره در همین رابطه آقا رضا پهلوی، حتما پلو میدادن در نیویورک، ایشون عاشق پلو، شنیدم رستورانم که میره تیپ نمیده. یه نفر تو برنامه من زنگ زد سالها پیش توی تلویزیون رنگارنگ که بودم، گفت آقا این آقا من نمیدونم کجا بزرگ شده، اینجا نمیفهمه، باید تیپ بدی تو رستوران. من یک خانمی بود، ویترس بوده، از رضا رب پهلوی هیچ وقت خوشم نمیمد ولی نفرتی هم ازش نداشتم، اما از دیروز که با افتخار رفته در جمع تندروترین حامیان اسرائیل و کسانی که گفته بودند به ایران باید حمله اتمی شود شرکت کرده است و تقدیرنامه هم دریافت کرده، با تمام وجودم از او متنفر شدم. شلدون ادلسون که وقیحانه راه حل مشکل ایران را انداختن بمب اتم بر روی تهران عنوان کرده بود، همراهی و دریافت تقدیرنامه از کسی که میگوید به ایران حمله اتمی شود، همه اینا سوالیه. این هم ذیل مبارزه با جمهوری اسلامی است، دفاع از حقوق بشر و دموکراسی است. معنای میهن دوستی همین بود که شما این همه سنگش را بر سینه میزدید و منتش را بر سر همگان. شما مجسمه ها و تمثال های بلاهت و خیانت هستید. اگر خاندان پهلوی سر سوزنی آبرو داشت، شما آن را یک شب بر باد دادید. این همه میهن میهن می کردید و دفاع از ایران همین بود. در این زمینه پر از فریبکاری و دغل که به یمن رسانه ها سیه رودترین ها و خائن ترین ها را در زرورق فرشتگان نجات و خیرخواهان عرضه می کنند و تبلیغ می کنند، باید به این نفرتی که از دشمنان ایران به ویژه خائنین ایرانیش و پادوهای ایرانیش وجود دارد افتخار کنیم، در هر لباس و جایگاهی که باشند، زیرا که همه ما در برابر خانه‌ای به نام ایران مسئول هستیم. میهن میهن همه ماست. وقتی بمب اتم بیاید نگاه نمی کند چه کسی نماز جمعه می رود و چه کسی در خفا مشروب می نوشد. خانه را بر سر همه ویران می کند. خانه ای نمی ماند که رضا پهلوی بخواهد بر آن سلطنت کند. اینها اما به اسم دفاع از خانه و آزادی خانه رفتند کنار کسی ایستادند که می گویند باید با بلدوزر خانه را بر سر ساکنانش خراب کرد. شهوت قدرت چشم اینها را کور کرده، افساری به گردن اینها انداخته است و آنها را با خود می کشاند، حتی به قیمت همراهی با کسانی که نابودی خانه‌ات را می خواهند. اف بر شما، منظورش توف بر شما بوده. من بگم که قشنگ نزدیکم هستم، قشنگ بخوره تو صورتش. و اما ببینیم که این عکس رو بله
این عکس رو از دونالد ترامپ و همسرش فرستادن. میدونید که کروز میخواست یه تبلیغ کنه و آمد گفت که آخه کروز خیلی مذهبی بود، آمد به مردم گفت که شما میخواین این بشه به اصطلاح اولین، اینجا وقتی یه نفر تو کاخ سفید هست زن رئیس جمهوره بهش میگن که فرست لیدی، بعد گفتن این میخواد بشه، آقای ترامپ هم آمد. این ترامپ تو بازار بزرگ شده، با وجودی که دانشگاه رفته و اینها، بعدن که پول از باباش گرفته تو بازار بزرگ شده، اونم بازار کجا؟ بازار نیویورک. به خاطر همینم هم میگه من ایرانی‌ها رو خوب میشناسم، آدمای به اصطلاح بیزنسمن خوبی هستن، چونه میزنن. و این عکس رو که میبینید به این میگن سی ترو، چیزی که به اصطلاح توریه داخلش میبینید گذاشته بود و اونم یه عکسی آورد مردم نشون داد. دونالد ترامپ گفت خداییش شما بدتون میاد که این زنه بشه فرست لیدی؟ همه گفتن نه. دوستمون این عکس که برای من فرستاد، گفتم خب شما میدونید که اینها سینه های قلابی براش پول دادن، پول خرج کرده، حالا میخواد نشون بده. آقای دونالد ترامپ هم برای این خانم پول خرج کرده. اونم ببینید دونالد ترامپ میاد این زنه رو نشون میده که براش پول خرج کرده، زنه میاد سینه‌شو که عمل کرده و نمیدونم باسنش که چی گذاشته و اینها نشون میده. خلاصه بیچاره من و شما که باید اینها رو ببینیم. در رابطه با ترامپ و اون 500 دلاری که یه دوستی امروز شرط بندی کرده که ایشون میگه که مطمئن هست ترامپ رئیس جمهور نمیشه، خواستم سوال کنم چقدر، چون یادتونه چند مدت پیش اینایی هم که میگفتن امکان نداره ترامپ تا این اولش میاد بعد میره بیرون، یکیش گفته بود که بند کفشش رو میخوره اگر ترامپ بیاد برسه به مرحله اول، یکیش گفته بود دستش رو قطع میکنه، مثل آقای میبودی بود گفت اگه احمدی نژاد رئیس جمهور بشه ایشون تلویزیون رو میبوسه میذاره کنار، تلویزیون گذاشت کنار ولی حالا تو همه تلویزیون ها هست. در هر صورت ببینید دوست عزیز، این آقای دونالد ترامپ جوانتر بوده ولی از عکس بیل کلینتون و موهای سفیدش و از این خانمش و اینها میبینی که خیلی هم قدیمی نیست. این هم همین خانمیه که مدل زن ترامپ الان و اینا، ببینید با هم بادی بادی هن. اینا تو همه دوره به اصطلاح انتخابات، دو دوره انتخابات کلینتون این آقا پول کمک کرده، یه دوره 2008 انتخابات هیلری کلینتون باز این بهش پول کمک کرده، بعدن حالا رسته به یه جایی میگه اصلا احتیاج به اینا ندارم خودم میام به میدون. در صورت من فکر کنم ژانویه که بگذره ایشون رو در چیز خواهید دید، در وایت هاوس خواهید دید، یعنی برنی از لحاظ پول و اینها اون بنیه انتخاب شدن رو نداره تو آمریکا. خانم هیلری کلینتون هم از لحاظ سابقه کار الان پروندهش توی FBI، هر لحظه ممکنه بیان به اصطلاح دوباره بخوان یک علم شنگه ای در بیارن و حتما هم دونالد ترامپ از اینا استفاده میکنه بر علیهش. و من فکر میکنم مردم انقدر ناراضی هستن از اینا، حتی خود من میگم اگر برنی انتخاب نشه من به ترامپ رای میدم، چون ترامپ اقلا بیزینسمنه، از نگاه بیزینسی نگاه میکنه، میبینه براش مقرون به صرفه نیست که ایران رو بره حمله کنه. ولی هیلری کلینتون اینایی هستن که کلن دنبال جنگن. هیلری کلینتون کپی جورج بوشه و باید خیلی مواظب. خب قهرمان بهرمان داستان مردی که پراگماتیک بود، نمیدونم کیه قهرمان بهرمان. حکایت ملا را شنیده که سوزن به خودش میزده بعد فریاد میکنه حکایت من شده این، کنجکاوی بلایی نبوده که سر من اینگه. آخرش جان خواندن کتاب قطوری از سردار سازندگی در 80 صفحه است، آن هم با عنوان اعتدال و پیروزی. یکی نبود بگوید آخه مرد بنیم این کی نوشته وای مینویسن میخواد روی چیزی بنویسه یک کتاب درباره اون مینویسه، در اصل خیلی طولانیه حوصله‌شو ندارم. امروز ما خیلی دیگه برنامه رو تو 2 ساعت نمیریم و تا اونجایی که بتونم این چند تا چیز رو تموم کنم از حضورتون مرخص میشم. این رو گفتیم، یادآوری نشست دوم این دوستان رو گفتیم، مثلا اسم اینا اینه گزار
خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی. اصلا بعض وقت میخونی بعض وقتا اشتباه میکنی، میشه گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی. بابا یه کلمه بهتری بنویسید، گذار بدون مثلا خشونت. دیگه اینجوری امکان نداره کسی عوضی بخونه. اینو بدید 5 نفر بخونن ببینید هر کدومشون چجوری میخونن، بعد ببینید اینا اونی که خوندن این چیزی بوده که شما مقصودت بوده، اون وقت چاپش کن. و اما جایزه گرفت، چشمش روشن، همین یه جایزه رو کم داشت که بره شاه بشه. اینم از این کانستیتوشنال پارتی آف ایران، حزب مشروطه ایران. این دوستونم قبلا من باش یکی دو بار مصاحبه کردم، اینها همشون دنبال میکروفون مجانی میگردن، فکر میکنن مثل بستنی میکروفون رو بگیرن دستشون رو لیست بزنن، هیچ کمشون حاضر نیستن پول خرج کنن. میگم ای کاش خمینی و اینها هم مثل شماها بودن، از این تلویزیون به اون تلویزیون فقط حرف میزدن و بعدم میرفتن شب دنبال، نمیدونم اونا اگه اهل عرق مرق نبودن که معلوم هم نیست، چون شعرم میگفتن اینا شادم بودن. حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات، The Constitution Party of Iran، این همونه که آقای داریوش همایون به اصطلاح سخنگوش بود و اینها، حالا اون رفته فکر کنم این آقای پاشایی، فواد پاشایی، من اسمم پلا پاشایی، من راتم بشتاب بگفتم شما نمیدونی کیر کجا بیداری. اول ماه می روز جهانی کارگر را به همه کارگران جهان تبریک میگیم. این همین، شما ببینید که اینها روز جهانی کارگر 9 روز پیش بوده، اینها تازه دیروز اینها رو فرستادن، 8 روز از زندگی عقبن. تو دوره ای که یه ساعتی نشون میداد میگفت نمیدونم در عرض چقدر این ممکنه یک ثانیه یا بره جلو یا بره عقب. در صورت دوستان، این که سوربی هی میگه کارمون خیلی خرابه، یه مقداری برنامه قدیمی و جدیدش و اینها رو بیشتر نگاه کنید، به دیگران هم معرفی کنید و بعد متوجه میشید که چرا. آقای شیرزاد جلیلی، شما لطف کردید توی فیسبوک چندین پیام گذاشتید، یا اون فیسبوک قسمت چت اشکال داره یا اینکه پیامای شما یه اشکال داره، هیچ کدومش میزنم شروع میکنه کلی هم اینجوری میچرخه ولی من نمیفهمم. قبلا از طریق فیسبوک، از طریق اسکایپ شما پیام ویدیویی میذاشتی، قابل رؤیت و قابل دیدن و شنیدن بود. و اما در رابطه با اینکه 700 کلمی یا 7000 کلمی گردن زده شده در یه روز، گویا من اشتباه کردم گفتم 7000، خانم نیر میگن که نه 700 تا است. حالا خودتون چشمتون رو ببندید بگید با تیزترین شمشیر برقی 700 نفر رو در روز. بابا اونایی که گفتن خواستن قلوف کنن بترسونن اینا رو. حالا شما هم اینو قبول کردی، یه ویدیو هم براتون فرستادم در این باره، برید ببینید. میگه که شماها میان استناد میکنید به چیزی که خودتون میگید به این نمیشه استناد کرد. یعنی من یه کتابی رو بیارم بگم این کتابه اصلا قابل استناد نیست، بعد یه دفعه فردا که احتیاج دارم بیارم صفحه 112 بخونید اینو نوشته. خودت گفتی این قابل استناد نیست. همون استاد دانشگاه تو ویدیو اون مسلمونه یقش میگیره، میگه آقا شما خودت تو این برنامه گفتی این کتابه قابل استناد نیست. یعنی اینجا میگن نمیشه ریلای کنی یا دیپند باشی بهش. خب اینم از این. دوستان اجازه بدید که ما از شما خداحافظی کنیم. دنباله برنامه ها به این صورت هست: بعد از برنامه من آقای مینویی، پس از اون آقای شبستری، بعدش رادیو کیان ایران از سوئد، بعدش کانون آوا، بعدش آقای ارشاد از ایران. ببینید که ما از سر تا سر آمریکا و جهان برنامه داریم، شما هم میتونید برنامه داشته باشید. خیلی ساده تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، روی فیسبوک با ما باشید و ویدیوها رو اونجا میذاریم تا یکی دو ساعت دیگه. و حسن این ویدیوها همونجوری که آقای منوچهر هم در پیغامش گفته بود، میتونید شما ویدیو رو نگه دارید. یه نفر من گفت آقا ترانسکریپت برنامه‌ها رو نداری؟ گفتم دستم به دامنت، حالا دیگه بشینم 2 ساعت هر چی گفتم بشینم گفته خودمو گوش بدم بنویسمش؟ البته دستگاهی هست که این کار رو انجام میده. گفتم نه ندارم، ولی شما اگه میخوای 2 ساعت نوشته رو بخونی، این برنامه رو یا برنامه آقای سعیدی رو گوش میکنی، یه جمله که میگه استاپ، معنی استاپ نه، پاز،
یعنی نگهش میداری، اونو در موردش مینویسی، دوباره میری جمله بعدی الی آخر. این حسنیه که وقتی برنامه ها به صورت بایگانی باشه شما میتونی این کار رو انجام بدی، ولی به غیر از اون ما برنامه ها رو تا برنامه جدیدی که بعدن میاد، هر کسی اینجا برنامه داره، برنامه هاش هر روز پخش میشه. ما نمیدونم این به طرف چون مثلا یه پول داده برای یه برنامه، نمیگیم یه بار پخش میشه یه بار هم چیز، میگیم فعلا که این امکانات هست و شما داری حمایت میکنی، پس شما بیشترین استفاده رو کن به این وسیله که برنامه‌هات هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. خیلی ممنون که با تلویزیون مردم بودید و به امید دیدار شما چهارشنبه. آقای منوچهر خان به من خبر بده که جمعه میتونی ساعت 3 بعد از ظهر مهمان من باشی، تا در رابطه با اون حکومت پارلمان رو گفتی قبول کردم که پارلمان وضعش همینجا پارلمانش درست نیست، همینجا پارلمانش اول میره پول میگیره از این و اون تا بتونه بیاد انتخاب بشه، و وقتی انتخاب میشه معلومه که منافع اونها رو تأمین میکنه، نه فکر من و شما هست و اینها. اگر تونستید وقت کردید که جمعه 3 بعد از ظهر با من باشید، زنگ بزنید یا از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن، تا با هم گفتگوی دوستانه داشته باشیم. روز روزگار بر شما